ادامه محور. آقای فرهنگ، شنیدین بخشی از یا قسمتی از آنچه که بر بیجا شدگان میگذره در ولایت‌های مختلف افغانستان، شما هم یافته‌هایی دارین از وضعیت بشری مردم یا کسایی که بیجا شدن و فرار کردن از جنگ و در جاهای دیگر به سر میبرن؟ با تقدیم سلام به شما و بیننده های محترم شما و سلام به مهمانای عزیز شما. بله، ما هم از اول سرطان تا 15 سرطان یک بررسی داشتیم در مناطقی که بیشتر شاهد شدت خشونت ها و گسترش دامنه جنگ بودیم. مجموعاً 78,911 خانواده در اثر جنگ بیجا شدند و در افغانستان آنچه که اتفاق می افته بحث جابجایی، بحث اجبار است. یعنی اینا به گونه وادار می شوند که خانه هایشان را منازل یا مناطق مسکونیشان را، خانه هایشان را و جاهایی که زندگی میکنند مسکنشان را ترک بگویند و برن به یک ساحه دیگر. نمونه های متعددی داریم. بحث 400 خانواده بدخشانی در منطقه باغ شرکت ولایت کندوز یکی از نگرانی هایی بود یا یکی از یافته هایی بود که ما اونجا شاهد وادار شدن 400 خانواده از جانب گروه طالبا بودیم که در ساحه دیگه رفته بودند. تنها زمان مطابق به کنوانسیون های بین المللی زمانی میتوان خانواده ها جابجاشان که یک الزامیت یا یک الزام نظامی وجود داشته باشد. در چند اونها گفته بودند که اینا چون نزدیک بودن به بیس نظامی، ما به این خاطر که آسیب به اینا نرسن وادار شدن که برن به جای دیگه. اما زمان منطق داره جابجایی اجباری که امکانات کافی، هم امکانات صحی، هم مسکن، هم آموزشی و سایر نیازهایی را که یک خانواده به او ضرورت داره باید فراهم باشد. حالان که یافته های ما نشان میده که اینا با دشواری های متعدد روبرو هستند، از بی مسکن شدن یا بی خانه شدن اینها گرفته تا به دشواری هایی که در عرصه صحی اینا مواجه میشن، تعلیمات مواجه میشن، آب آشامیدنی، غذای کافی و بسیاری از پیامدهای روحی روانی که مواجه میشن. 400 خانواده و امی 78,911 خانواده در کل بحث ما است که با مشکلات جدی مواجه اجباری نبوده یا بوده، یعنی وادار نشدن. از آنچه که در افغانستان با تاسف اتفاق میفته، مردم وادار میشن که خانه هاشون ترک بگوین، عامل به میان میاد، اینا مجبور میشن. اما مجبور شما گروه طالبا و 400 خانواده را شاید با زور بیرون ساخته از محل. دقیقاً اینا به گونه کوچ اجباری میکنن و مناطقشون را ترک میکنن و ساحات دیگه هم عین مشکل ما داریم. حتی موارد را داریم که خانه ها غارت شده، ویران شده، آتش زده شده و این نگرانی بسیار جدی است. این مطابق به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در حقیقت جنایت جنگی است و با تاسف در افغانستان به خصوص در 15 روزی گذشته که ما بررسی داشتیم و خشونت ها چون بسیار افزایش پیدا کرده، شاهد رقمی بودیم که رایه شد و باور ما است که بیشتر از اوست. در ساحاتی است که منابع ما محدود است یا مثلا جنگ است، ما نمیتوان مستندسازی بکنیم. این وجود داره. بحث کمک رسانی هم باور ما است که یا منابع محدود است یا کارکرد دولت در موارد قابل نقد است و یا هم نمیتوانند به اثر جنگ کمک رسانی بکنند. اون نقدش برای چی؟ یعنی چرا قابل انتقاد است در مواردی که شما گفتین؟ خب یا کافی نبوده یا شفافیت نبوده یا مثلا کوتاهی شده چی بوده؟ بحث شفافیت بحث عمده است. درست. میزان نارضایتی خانواده های جابجا شده را که شما بررسی بکنین، هم اینها با مشکلات زیادی مواجه هستند. حتی هم امکانات اولیه را که بحثش مطرح است موارد وجود داره که اینا به او دسترسی ندارن و حتی شما در یک از ولسوالی هایی که ولایت شمال بود کس از فقر مرده بود. اینا مواردی است که وجود داره با تاسف و این بسیار نگران کننده است. یک فاجعه بشری را میتونه در پی داشته باشه. آقای فرهنگ، یک بحران را واقعا خلق کرده. همین که یک خانواده مسکن خودشان را از دست میته، حتی ویران میشه، آتش زده میشه، این یک بحث است. در مورد
فشارهای روحی روانی که بر اینها اعمال میشه، وحشت را که اینا بر اینها تحمیل میشن مورد دیگه است. آینده اطفال دلی. مشکلاتی که زنان با او مواجه میشوند و از در کنار جابجایی اجباری و کوچ اجباری و از دست دادن خانه ها و کاشانه هایشون، مورد دیگر است که محدودیت های را گروه طالبا بر ساحاتی که تصرف کردن اعمال کردن. همین سوال هم یک دیگری بود که بغیر از جنگ عوامل دیگری که سبب شده تا مردم از محلات بیجا شوند چی هستند؟ تلفات غیر نظامی، محدودیت های وضع شده. دقیقاً باشد؟ در کنار بیجا شدگی بحث دیگر تلفات افراد است. بلد. یعنی اونمو اصل تفکیک، اصل ضرورت و اصل تناسب که در حقوق بشر دوستانه بین المللی مطرح است و طرف های متخاصم را وادار میکنه که به او احترام بگذارن و رعایت بکنن، از جانب طرفین جنگ افغانستان، گروه طالبان به خصوص و در مورد نیروهای امنیتی افغانستان رعایت نمیشوه و ما شاهد قربانی شدن افراد غیر نظامی میشیم. افزونی بر این، محدودیت هایی را که در قسمت حق زنان و در موارد دیگر و در مجموع حقوق شهروندان، آزادی شهروندان، اینها در ساحاتی که گروه طالبان اعمال کرده، مورد دیگه است که مردم وادار میشن که خانه هایشون ترک بگوین. و افزون بر این دو مورد، یک مورد دیگه هم وجود داره که در جنگ خب وحشت خلق میشه، مردم تلاش میکنن مسئولیت برایشون خلق بکنن. واقعیتی که وجود داره در 20 سال گذشته است که با تاسف اینها نتوانستن اثرات زیانبار جنگ را یا خسارت بار جنگ را محدود بکنن، نتوانستن این کار را بکنن و از این سبب هم است که مردم مجبور میشون همه ای دار و ندارشون ترک بگوین تا بتوانن زنده بمانن. پس شما دریافتین که هر دو طرف تا جای پابند به اصول جنگ نیستن، مخصوصا در بخش تلفات غیر نظامی، ولی افزون به این طالبا حقوق بشر هم رعایت نکردن در بخش هایی که کنترل دارن. مثلا اون محدودیت های شما میتونه یک نمونه باشد که گفتین ازش. دقیقا محدودیت هایی که وجود داره است که مثلا ممنوعیت زنان بدون حجاب و محرم شاید و بدون محرم اینا نمیتوان که از خانه بیرون شوند، یا بسته شدن مکاتب مختلط، مکاتب دخترانه، وادار شدن معلمین و متعلمین با استفاده از لنگی و نتراشیدن ریش. درست. یا در مواردی که هشدار داده میشه یا اخطار داده میشه به دکانداران و راننده های ریکشا و دکتران که اینا با زنان بدون محرم شری نباید همکاری بکنن، در صورت همکاری اینا مجازات میشوند. همه از این محدودیت هایی است که با تاسف اعمال شده و ما بالای گروه طالبان صدا میکنیم که به حقوق بشری مردم احترام بگذارن، حقوق بشر دوستانه بین المللی را باید رعایت بکنن و تنوع و تکثر و واقعیت های کنونی جامعه افغانستان را اینها باید به رسمیت بشناسن. درست. فرهنگ صاحب، دوباره میایم به شما و میپرسیم که کمیسیون به غیر از اینکه خب درست است بررسی های داره، یافته هایش را هم شاید با مردم شریک بسازه، شما یک بخش دارین میگین، چی کار دیگه از دستش ساخته است که بکنه؟ ببینید، اجازه بدین پس آن تر بیاییم و روی از این گپ بزنیم. ولی آقای صبار، از کمک ها شفافیتش یک بخشش زیر سوال است، نرسیدن کمک ها به وقت و زمانش، اصلا نرسیدن کمک به برخی از بیجا شدگان در برخی از بخش های افغانستان، اینا هم یک سوال است که مطرح است. اینا را بگوین چرا، و پیش از او بگوین که کمک هایی که تا فعلا صورت گرفته چی بوده، چقدر بوده و در کجا؟ خب همونطور که پیشتر ما گفتم در صحبت ها، کمک ها را تنها حکومت افغانستان نه که همکارای بین المللی هم همراه ما یک جا تقسیم بندی شده. نوع کمک ها که مثلا سازمان غذای جهان مواد خوراکی را کمک میکنه، یک تعداد مواد غیر غذایی را کمک میکنن، جمع یک بسته میشه، یک بسته کمک رسانی که برای یک خانواده بیجا شده باید از او 10 ساعت اول بعد از امو 72 ساعت باید از برزی برسن. در قسمت دیر رسیدن کمک ها پیشتر هم امو نگرانی ما هم هزی بابت هست، چون یک تعداد دیگه از مردم محل هم به خاطر گرفتن کمک ها قطار دهی صف اینا هم استاد میشن تا سروی کن ساخته شما در سروی اینا ببینین، یک اگر یک خانواده دو دقیقه سروی را دو دقیقه وقت ایرا بگیره، اگر شما 100 خانواده را در یک روز سروی از ایرا داشته باشین شاید 200-300 دقیقه. این کار هست که بسیار روند کمک رسانی را بتی میسازه. ما تلاش کردیم تا تیمای سروی را بیشتر بسازیم.
و پیشتر هم گفتم همزمان امی که سروی میشه خانواده بر از اون مساعدت هم صورت بگیره. مساعدت ها در قدم نخست اما کمک مواد گرم هست که از طرف وزارت در برای 72 سال. بعد از اون مواد خوراکی است، خیمه است، لباس است، سی تا آشپزخانه است، چیزایی هست که در تمام برای یک هفته است، ده روز بیشتر معمولا کمک ها برای دوره اول برای دو ماه می باشه. دو ماه هست این کمک ها، اما مواد خوراکی تنها برای دو ماه است. اما اسباب دیگه خو یک بار برای یک کسی که استفاده میشه، مثلا اگر ما برای یک سطل میتیم یا یک لباس خوب میتونه که وقتی بیشتر داره. اما مواد خوراکی را ما بر دو ماه بار اول، بعد از او باز بر چهار ماه بعدی، که در کل در روند بیجا شده این شش ماه را در نظر میگیریم. اما متاسفانه ادامه نبردها در بعض ولایت‌های که شهرهای بزرگ شهرها نشان میده که روند بیجا شدگی در طولانی دادن میشه و این بیشتر و کمک‌های بیشتر نیاز داره. و دقیقا همونطور که فرهنگ صاحب گفت، عامل بیجا شدگی خشونت اصلی طالبا بوده، چون مردم بیشتر دیده شده رجوع میکنن به ساحات تحت تسلط حکومت افغانستان هست. اینا خشونت ها باعث ازی شده، کسایی که میای مصاحبهایی که صورت گرفته میشه همراه خانواده ها دیده میشه که حتی اجازه ازی را برای ازی خانواده ندادن، پیش رویشان خانه هاشان آتش زدن و اینا را ترک اجباری دادن. درست. شبکه هایی که کمک میشه یا کمک میکنن به غیر از دولت افغانستان کیا هستن؟ خب گفتین سازمان غذای جهان، بیشتر وزارت امور مهاجرین هم نقش هماهنگ کننده را داره، هم در عملیات در سطح در 34 ولایت تیم های تثبیت و سروی هست. در همین فعلا هم بحث کلان ما هماهنگی با نهادهای کلان بین المللی است، مثلا همکارای ما دفاتر یون، یونسیار، یونوچا و در کل هماهنگ کننده کمک‌های بشری در سطح دنیا، کسای مثلا مسئولش که معاون یونما هستن، اینا درست. شرکای کاری هستند که در بحث بیجا شدگی کار شدن. عملا تقریبا ما بیشترین توجه خود وزارت امور مهاجرین در دو تا بحث هست فعلا. یکی بحثی که در سطح محلات چطور عملیات انجام بده تا پاسخگویی صورت بگیره. بحث دوم، همه روزه ما هماهنگی داریم با شبکه‌های حتی در بیرون از افغانستان هم چطور کمک‌ها را ما بتانیم منابع را جذب کنیم، بیشتر جذب کنیم. چند پیش ما فراخوان را دادیم به خاطر خوشسالی، به خاطر جذب مساعدت ها، و همون بود که هماهنگ کننده کمک های بشری به 3-4 تا ولایت معاون یونما سفر داشت و اینا را درست. صاحب مسئله شفافیت ماند، پس آنتر باز شما پاسخ بگوین. آقای ربانی، پیشنهاد شما برای رسیدگی بهتر و بهبود وضعیت بیجا شدگان چی است در کوتاه مدت و در دراز مدت برای برگشت اینا به خانه هایشان و محلاتشان؟ فکر میکنین برنامه های در حکومت وجود داره؟ شما میبینین نشانه های از او برنامه ها را، مثلا پسگیری بخش هایی که سقوط کرده یا از اداره دولت بیرون شده؟ بدون شک تقاضای مستقیم ما از حکومت و از دولت که با یک سیطره عظیم به نام جمهوری اسلامی افغانستان کار میکنن و سال هاست که برای ملت افغانستان کار کردن، امی است که برای بیجا شده های ما، خصوصا در این 3 روز عیدی که هیچ کسی از خانهشان به تاریخ به یاد کس نمی آید که آواره باشند و زیر چادرها در کنار جاده ها منتظر همکاری یا به خاطر زنده ماندن بیجا شده باشند، که دل هر کی باشه می سوزد، دل هر کی باشه جگرش خون میشه که چی حال از سر مردم و ملت ما. پیشنهاد ما ای است و تقاضا و درخواست ما ای است که برای یک تعداد فامیلایی که ماندن بسیار زود و عاجل برای کمک رسانی شوه، امداد رسانی شوه. و تشکر میکنیم از تیمایی که در نهادهای مهاجرین و ریاست محترم مبارزه با حوادث سروی کردن و کار کردن، بسیار عاجل دستیار گرفته شوه. و در از مدت تقاضای ما از حکومت همی است، همواره صدای ما بالای حکومت همی بوده و به خاطر از همی ما ماندیم در قندوز که هم در جبهه جنگ دفاع بکنم، با دفاع مردم بپردازم زیر عنوان بسیج مردم و بسیج ملی،
و یک طرف دیگه در جبهه کار و اداره باید مجادله با اینمی حوادثی که پیش آمده باید بپردازم. و تقاضای ما همی است که زودنگام ساعت از دست رفته باز پس گرفته شده و ساحه انکشاف پیدا بکنه، چون ما گفتیم که جنگ در حومه های شهر است. همین شبی که ما با شما صحبت میکنم طالبا یک جنگ سر در برا انداختن که گویا ما حمله میکنیم بالای شهر. یک تعداد خانوادهایی که از لحاظ مناطقشان زیر آسیب پذیر بود، زیر جنگ بود، و باز دوباره آواره شدن. همین گراف بیجا شده قبل از این ما بالاتر از اون شدیم. شب بسیار آواره شدن. درست. یک کسی اگر به خانه دوستش و قوم خیشش بود رفت و دیگهش منعوز القیاس. یک موضوع دیگر خدمتان باید به عرض برسانم، خدمت مردم شریف افغانستان و کسایی که صدای برای مشنوان، کسایی که از استقامت طالبا بیجای شدن تعداد زیادش با ما تماس دارن، موکلین ما هستن که خانه ما چور شده، در خانه ما هیچ چیزی نمونده که ما برگشتیم، حتی لیاف و توشک ما چور شده و طالبا گفته بودن که به ما تسلیم شد و ما در استقامت دزد و کسه نمیمونیم. از همی حال معلوم میشه که حکومت کرده نمیتونن، ناب فکر حکومت کردن به سر میپرورانن. ما بازم تقاضای ما از طرف مقابل از طالب و همچنان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به یک سال تن بوده، به سال خیر است. بیشتر از این دیگه وضعیت مردم از این کده بیشتر به عزت نمیشه که یک ملت که تو در روز ایدم در خانهش نمیمونی، در روز ایدم آتش بز نمیکنی، در روز ایدم جنگ میکنی، در روز ایدم قربانی میگیری، هم قربانی روانی هم قربانی فیزیکی. ما فکر میکنم که هر چی عاجل هم حکومت مرکزی در قبال بازپسگیری ساعت توجه جدی کنه، چون ما گفتیم هستیم در کنار ملت، درست درست، در کنار مردم، در کنار دولت ما هستیم و هم در قسمت امدادرسانی باید زودتر. سپاسگزار. آقای طالقانی، شما علاقه نزد بیجا شده ها میبینین که دوباره به محلاتشان بر بگردن، جاهایی که در کنترل طالبا هستند، در ولسوالی هایی که از اداره دولت بیرون شدن، یا فکر میکنین تا این بخش ها پس گرفته نشوه این بیجا شده ها میمانند در این وضعیت؟ تشکر. خب فکر کنم چند تا کاری اساسی است که مردم برگردن به جای خود یا منطق خود. کاری اولی است که یک هماهنگی کلی در میان نهادهای امدادرسان صورت بگیره که کاری بسیار فوق‌العاده است. اقدام دوم که بسیار مهمتر است، میتونه این جریان کمک بکنه، بحث واپسگیری ولسوالی هاست. گام سوم هم که یک مقدار مهم اما در این حال دشوار و سخت است، چون باور ندارن، و او رعایت کنونسیونای حقوق بشر و همچنان مسائل حقوق بشر دوستانه است که جناب آقای فرهنگ اشاره کرده. از طرف گروه طالبا اگر میمانند در بخشایی که زیر دست دارن، اگر میخواهند که مثلا حکومت بکنن و موازینی را رعایت بکنن، ما دنبال موضوعات دیگر نیستیم، تنها رعایت موازین حقوق بشر دوستانه که هم برای ما مهم است، برای ملت ما مهم است، هم برای دنیا هم ارزش داره و نهادهای زیربط هم نظارت میکنن. در قسمت سوالی که شما کردین، خب قطعا یکی از موضوعات مهم است که مردم علاقه دارن که برگردن به مناطق خود یا بر نگردن. خب نگرانی های بسیار جدی دارن فعلا. ما بعضی ولسوالی ها را داریم که فعلا زیر کنترل و تصرف طالبان هستند و هنوز مردم در حالی هستند که باید منطقه خود را ترک بکنند، یعنی به جای دیگه باید بروند. اینا نگرانی های روحی دارن، نگرانی های زندگی دارن، نگرانی امنیتشان مهم است، نگرانی فکر و اندیشه شان بسیار مهم است با توجه به تغییر فکری اندیشه ای که در افغانستان به وجود آمد در 20 سال واپسین. باور ما ایست که این اتفاق نمیفته و مردم زیاد علاقمند نمیشوند به اینکه برگردند به مسکن و به مناطق و محلات اصلی خود. تنها یکی از راه وجود داره، اوی است که دولت اقدامات اساسی خود بکنه با توجه به مسئولیت بنیادی و رسالت قانونی خود، که تلاش کنه مناطقی که واقعا با طالب سری سازگاری نداره، هیچ گونه همخوانی نداره و تحملش سخت و دشوار است، پس اون مناطق باید پس بگیرن. تخاری ها مظاهره دارن، تظاهرات دارن، خیمه برپا کردن در یک بخشی از کابل، پاسخ گرفتن به نظرم امروز از طرف معاون اول رئیس جمهور. تشکر. خب برال اعتراضات مدنی حق هر مردم است، میتونن طبقات مختلف اعتراض بکنن با توجه به دو تا عامل بسیار مهمی که فعلا وجود داره در تخار. شهر طالقان به محاصره مطلق قرار داره بله. و جنگ و خشونت هم ادامه پیدا کرده، تقریبا 40 روز است که وضعیت یک مقدار مسیر زندگی مردم یا وضعیت زندگی مردم به دشواری روبرو ساخته. با توجه به رسالتی که مردم در مرکز افغانستان پایتخت کابل دارن،
یا تلاش میکنن که نهادهای زیربت به گونه حداقل اقناع بسازن تا برای رسالتشان عملی باید بکنن. برای شکستاندن بحث معاصره تخار درست. یکی از موضوعات بسیار مهم است که امروز در کنفرانس مطبوعاتی را مطرح کردند و امیدواریم که دولت متوجه به این بحث باشه و اگر اتفاق نیفته گفته شد که مردم خودشان باید بجنگن و بخش های و مناطقشان را آزاد بسازن. خب این یک بحثی فکر کنم یکی از پیام‌های مقامات حکومتی بود، ولی خب مهم است که ماده 5 قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان مکلف به دفاع از مردم، تامین امنیت، بحث رفاه و بحث استقلالات حاکمیت دارند. تشکر. دوباره فرهنگ صاحب، اما سوال پیشتر، کمیسیون چی میتونه بکنه در این عرصه؟ با طالب مثلا میتونه وارد یک گفتگو و مذاکره شود که کم از کم بخشهایی را که در دست دارن از محدودیت هایی که شما گفتین دست بکشن، یا مسائل حقوق بشری را رعایت بکنن؟ خب این سوال است که بعض وقت از طرف شهروندان مطرح میشه که کمیسیون چی کرده یا چی میکنه. این بحث مطرح است. تشخیص و تفکیک بین کارکرد یا کار نهادها بسیار زیاد مهم است. ببینین عاملین خشونت ها یا فاعلان خشونت ها واضح است که در افغانستان کی هستند. مطابق با بررسی های ما، چی در بحث تلفات افراد غیر نظامی ها و چی در خشونت های دیگر، به خصوص تلفات غیر نظامی ها، گروه طالبا عامل بیشتر تلفات غیر نظامی است و در عین زمان گروه های نامعلوم درست. در عین زمان نهادهای امنیتی افغانستان افزون بر او نهادهای بین المللی امنیتی که در افغانستان بودند. اینا همهشون عاملین خشونت ها بودند، عاملین خشونت ها بودند همهشون. اما وظیفه ما بسیار واضح است، ما مستندسازی میکنیم، گزارش تهیه میکنیم، پیشنهادات مشخص داریم، ارزش ها و مجموعه از اصول و امو چارچوبه های رفتاری که وجود داره اینها رو باید احترام بگذارن. درست. این بسیار واضح است، کار هر نهاد مشخص است. نکته دوم که دوستان مطرح کردن، گروه طالبا عامل بیشتر خشونت ها است، اما همه خشونت ها را گروه طالبا خلق نمی کنند. یعنی در عین زمانی که طالبا در خصوصا بحث تلفات غیر نظامی ها و محدودیت هایی که اعمال می کنند، در بحث تلفات غیر نظامی ها نهادهای امنیتی هم موارد وجود دارد که سبب که مرتکب نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی میشه، مثلا در پنجوایی قندهار، مثلا در فاریاب، در نتیجه حملات هوایی که انجام دادن مردمی بودند که قربانی شدند و نمونه های متعددی ما داریم. درست. اگر به درازا میکشه این مسئله، یعنی بیجا شده ها میمانند دور از محلات اصلیشان، یعنی آینده به گونه دیده میشه یا به گونه آدم میتونه تصور بکنه که با تاسف خشونت ها بسیار عمیق است، ریشه دار است و رسیدگی به این مشکلات در جریان جنگ و با توجه به توانایی و امکانات و ظرفیتی که نهادهای ما دارد یا نهادهای دولت افغانستان دارد نگرانی ها را بیشتر میکنه. پیامد بشری که میتونه داشته باشه؟ طبیعی، هم نگرانی که مردم جان خود از دست میدن، هم در عین زمان خانه و کاشانه و عمو جایداد خود از دست میدن و هم بار روانی را که جنگ میگذاره. این همه از نا نگران کننده است. در قسمت از اینکه کمیسیون بتواند گفتگو بکند، ما بحث ما است که در گفتگوهای صلح، در بحث حمایت از حقوق افراد قربانی شده، حق افراد قربانی شده باید در آژندای مذاکرات صلح باشد. فرق نمیکنه که کمیسیون اونجا حضور داشته باشد یا حضور نداشته باشد، اما وقتی که بحث عدالت، وقت جبران خسارت، مسئله دسترسی قربانیان به عدالت، همه از اینا محور و امو بنیاد گفتگوهای صلح باشد، در حقیقت ما کار خود توانستیم انجام بدیم و برای رسیدن به یک چنین امری ما تبیز که دادخواهی میکنیم و تلاش میکنیم. تشکر آقای صبار. مسئله شفافیت یک سوال کلان است. چطور شما میتونین مردم مطمئن بسازین که کمک ها به کسای سپرده میشه که مستحق هستن، یعنی باید سپرده شوه؟ یک دو، شما نگران افزایش بیجا شدگان هم هستین، آیا ظرفیت رسیدگی اگر بیشتر از این میشه؟ در همی شرایط فعلی هم یک سوال همیست که ظرفیت وجود نداره. شما هم شاید اعتراف بکنین که ظرفیت کافی نیست، کم از کم در اختیار حکومت افغانستان.
یقینا بحث شفافیت در عملیات امداد رسانی یکی از بخش‌های مهم است. ما تلاش میکنیم تا که مطمئن نشیم که اینمی تمام کسایی که دخیل هستن در قضیه امداد رسانی اونا خودشان مطمئن نشن، هیچ گاهی امو بسته کمکی بر کس داده نمیشه. مثلا اگر ما همکارای بین المللی هستن، اونا خودشان حضور دارن، تنها وزارت امور مهاجرین همکاری میکنه که اینا را. اما در بحث نگران از این هم هستیم، چرا پیشتر هم گفتم کسای دیگه هم هستن در صف قطار شدن که تا این کمک ها را بگیرن. به می خاطر ما همزمان تلاش داریم برنامه تثبیت حمایت. ما یک بحث ای را باز کردیم که چطور بتانیم تمام خانواده را همزمان که میرسن بایومتریک شن و اینا که دیگه تکرار نشه، شاید یک کس تکرار بیا این کمک بگیره، در سیستم شوه، یک سیستم شفاف سرش کار داریم و از کابینه پاس شده. و همزمان با این که درگیر عملیات سخت امداد رسانی هستیم در 34 ولایت، تلاش داریم که بر شفافیت هم برنامه‌ای کلان را داشته باشیم در مرکز که روی از اون کار شماره بیجا شده و اگر... خب یقینا نگران از این هم هستیم. ما بارها برای جامعه جهانی هم فراخوان دو سه بار ای را تقاضا کردیم از جامعه جهانی که بحث بیجا شدگی را در افغانستان یا بحث نبردها را نادیده نگیرن. تلاش داریم تا چطور بتانیم منابع بیشتر را جذب کنیم و ظرفیت بیشتر بسازیم تا پاسخدهی صورت بگیره. البته ما شاید بدیل او که یک کس سه نسل در یک قریه زندگی کرده و خانه داشته، کاشانه داشته، او را نتانیم برش امداد رسانی کنیم. اما ما تلاش ما این است که یک مدت را که بیجا می باشه لااقل بیشتر آسیب پذیر نشه همین منابع را داشته. از حضور تمامی مهمانان در برنامه امشب و از شماهایی که همراه من بودید، شب بخیر.